سه تا هنرمند عزیز تو مترو می زدن. من اینا خواهش کردم آوردم برشون سالن گرفتم. اولین جشن بود در هنگامی که جنگ و خون و اینا تو ایران بود و اون موقع اولین جشنی بود که پس از چیز در برگزار میشونم در خارج و بعد از اون دیگه هنرمندان عزیز و از لس آنجلس دعوت کردم که اینها هم هنرمندا تفلو همه بیکار بودن و یا کارهای بدنی میکردن یا تو بنزین کار میکردن یا تو رستوران کار میکردن. اینها هم بهشون رسیدیم از اون طریق و از اون کانال یک عظمت جهانی پیدا شد و امروز چقدر خرسندم که میبینم این جشنهای ما همه مهرگان، سده، نوروز و غیره در سراسر جهان برگزار میشه. آقای شرفشاه اینجا در وقت کمی که داریم عرض بکنم که من این تأثیر گفتن از فرهنگ ایران اینقدر مفیده. ما تجربه کردیم همون 1984-5-6 آخوند ما دو تا داشتیم تو پاریسی که استاد مهدوی که در مسجد سپهسالار ایشون نماز میخوندن، شاهنشاه چند بار رفت پیشش، یکی استاد فتووت. این دوتا بایی که روحانی بودن زمان شاه و ملبس بودن، بعد برای علی رضای عزیزم که از جان رفت، لیلای عزیزم، استاد مهدوی اومد با لباس کچلوار سفید و کراوات و این استاد فتووت هم که ایشون هم آخوند آیت الله بود، بچه هاش از همون موقع اسامی عوض کرد به جای سکینه و رقیه و چه آتوسا و جمشید چه. یعنی این تأثیر که روی خانواده